یه جا حافظ اشاره میکنه به داستان شیخ صنعان. داستان شیخ صنعان اون جایی که میره دخترک رو در آغاز شروع در این غزل اشاره میکنه که دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم، چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. میبینیم موقعی که در داستان شیخ صنعان که یکی از واقعا زیباترین داستانها در منطقه تیر عطار هست، موقعی که اون شیخ اولا در آغاز اشاره میکنه که چرا این شیخ دچار این گرفتاری شد، دچار خودبینی شد. ما انسان ها در هر جایگاهی و مقامی که باشیم اگر دچار خودبینی شدیم اون وقت به خودبانی ما رو میفرسن. حالا این بعد نیست ابیاتی هم از این داستان خدمت عزیزان داشته باشیم. میگوید شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در کمالش هرچی گویم بیش بود، هم عمل هم علم با هم یار داشت، هم نهان هم کشف هم اسرار داشت، قرب 50 حج به جای آورده بود، عمری بود تا می کرده بود، خود نماز و صوم بی حد داشتی، هیچ حرمت هیچ سنت را فرو نگذاشتی، هر که بیماری و سستی یافتی از دم او تندرستی یافتی، خلق را فی الجمله در شادی و غم مقتدایی بود در عالم علم. تا اینجا ستایش میکنه از شیخ و بعد میگوید که چون که خود را قدوه اصحاب دید، چند شب بر هم چنین در خواب دید. موقعی که احساس کرد که من یه امتیازی دارم به دیگران، به اطرافیان خودم، دچار این مشکل شد. بر کلاه ترک میباید سه ترک، بله. ترک دنیا، ترک عقبا، ترک. بله باید همه رو ترک کرد. گفت که خود سنا، در یه جا مولانا میفرماید خود سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست، پیش هستی او بباید نیست بود، چیز هستی پیش او کور و کبود. بعد پس میبینیم در آغاز داستان علت این که به خوچبانی شیخ رو میفرستند به خاطر این هست که احساس قدوه بودنش، خود قدوه بودنش هست. و ما این تفکر رو از داستان جمشید میبینیم، در داستان شیخ صنعان میبینیم، در داستان مثنوی مولانا میبینیم که گفتن گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشون عجز بشر. تا همطور که عرض کردم در داستانی که امروز داریم صحبت میکنیم، یا حتی شعر خود حافظ رو، چون میگفتیم من غزل رو در آغاز برنامه خوندم، بله. بیت پایانی باید که خاک گر در سرد هوای وصال است، حافظا باید که خاک درگه اهل هنر شوید. دقیقا همینطوره. ما اگر تواضع کردیم خداوند ما رو بلند میکنه. گفت نردبان خلق این ما امنیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. در هر صورت داستان رو حافظ به این صورت بیان میکنه که بعد از اینکه شیخ میاد و در شهر روم عاشق اون دختر میشه، بعد اون دختر میگه بایستی بری به در هر ساعت زنار ببندی به میخانه بری، بعد مریدها میان پیشش میگن حالا ما چیکار کنیم، ما همه هم چون تو ترسایی کنیم، خیش را محراب رسوایی کنیم، این چنین تنها نپسندیم، ما هم چون تو زنار بربندیم، ما حالا ما چیکار بکنیم، ما هم همون کارهایی که تو کردی بکنیم. حالا اینجا حافظ اشاره میکنه که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم، چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. پس میگه هر کاری شیخ گفت، اگر تو ستایشگر شیخ هستی هر چی گفت بایستی پیروی کنی. که ما در این داستان میبینیم موقعی که این مریدها بر میگردن به شهر خودشون، به شهر حجاز، یه مرید خالصی داشته شیخ که خیلی ارادت داشته. موقعی که این ماجرا برای شیخ رخ میده اون نبوده. موقعی که میاد میبینه شیخ نیست و مریدها هستن و ماجرا رو میپرسه، میگن آره اینجوری شد. میگه پس شما چطور شیخ رو، پیر و مرادتون رو در شهر قربت گذاشتید و اینجا آمدید؟ اون اگر ترسایی کرد شما چرا ترسایی نکردید؟ و
نشون میده که بعضی مریدها هستن که خالصن و خداوند چنین مریدانی رو دوست داره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا عبادک منهم المخلصین. در هر صورت ببینیم که در اینجا اشاره میکنه که همطور که عرض کردم، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داره. ببینیم باز با بیت دیگری به همین داستان اشاره میکنه که من گدا هوس سرقامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. ببینیم موقعی که شیخ میاد و خواستگاری میکنه از اون دخترک، اولا که اون دختره یه نگاهی بهش میکنه، میگه این زمان عزم کفن کردن تو را خوشترم آید که عزم من تو را، حال چه موقع خواستگاری کردنته. و شیخ میگوید عاشقی را چه جوان چه پیرمرد، عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. گفت چه فرقی میکنه؟ گفتی ماشاءالله آقایون معنویت سنی ندارن ظاهرا. عرض کردم که میگوید که دخترک بعد از اینکه دستوراتی بهش میده و انجام میده اینها، بعد میگه خب حالا دیگه چه بهانه‌ای داری؟ بایستی همسر من بشی. میگه سیم و زر، مهریه چقدر حاضری بکنی؟ چقدر حاضری کابین من بکنی؟ سیم و زر باید تو را، ای بی خبر گی شود بی سی مزر کارت بزر. ببینیم حافظ با یه بیت به همین اشاره میکنه که من گدا هوس سر قامتی دارم که دست در کمرش جز بی سی مزر نرود. یه جا میبینیم به داستان شهروز و بهروز افروز اشاره میکنه که رفتن در دژ هوشربا و هر کسی اونجا میرفت سرش رو، گردنش رو میزدن، اگر سوالی میکردن جواب درست نمیداد گردنش رو میزدن، که این داستان رو در نظامی هم ما میبینیم. و حافظ به هر دوی این داستانها اشاره کرده و میفرماید در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت.